CSS به ما کمک میکنه تا به وبسایتمون شکل بدیم. مثلا رنگ، فونت یا همون قلم و چیزهای دیگر رو تنظیم کنیم. این کار باعث میشه تا سایتمون تا اونجایی که امکان داره برای بازدید کننده ها جذابتر باشه و راحتتر بتونن با وبسایت کار کنن. CSS در مشخص کردن جای قسمت‌های مختلف سایت هم به ما کمک میکنه و این امکان رو به طراح سایت میده که مشخص کنه مرورگر هر چیز رو در کجای صفحه نمایش بده. تصور کنین اگر وارد یه وبسایت بشین و اونجا هیچ عکسی نداشته باشه، اون وقت چه حسی نسبت به اون سایت دارین؟ واقعا خیلی خسته کننده میشه. توی این قسمت ما یاد میگیریم که چه نوع عکسایی رو میتونیم توی سایتمون استفاده کنیم و چطوری اونا رو باید طراحی کنیم. در این قسمت ما در مورد اصول اساسی طراحی وب صحبت خواهیم کرد. هدف ما در این قسمت اینه که چیزی بسازیم که مردم به آسونی بتونن از اون استفاده کنن و در عین حال زیبا به نظر برسه. تایپوگرافی هنر مرتب کردن و چیدن نوشته هاست و قسمت مهمی از طراحی یه سایت محسوب میشه که در موفق شدن وبسایت ما تأثیر زیادی داره. رنگ قسمت بسیار مهم و البته جذاب طراحی ماست. رنگ ها میتونن سایت ما رو زیبا کنن. هر کدوم از رنگ ها معنی خاص خودشونو دارن که در موردش مفصل صحبت میکنیم. ما در این دوره آموزش یاد میگیریم که چطور فایل های وبسایتمون رو روی سرور قرار بدیم تا همه بتونن از طریق اینترنت ببینن. آماده این که بریم و دوره رو شروع کنیم؟ به نام خدا، به درس دوم آموزش طراحی سایت خوش اومدید. ما قبل از شروع کدنویسی برای وبسایتمون باید یک سری کارها انجام بدیم و به یک سری ابزار احتیاج داریم که اونا رو توی این درس یاد میگیریم. قبل از ساختن چیزایی که توی ذهنمونه، باید اونا رو طراحی اولیه کنیم. این کار به ما کمک میکنه تا وقتی وارد کار کدنویسی میشیم، بدونیم دقیقاً میخوایم چیکار کنیم و سردرگم نباشیم. اینجوری کدنویسی ما وقت خیلی کمتری ازمون میگیره. خیلی از مشکلات توی طراحی اولیه مشخص میشه. مثلا ممکنه چیزی توی ذهن ما باشه و فکر کنیم خوبه، ولی وقتی اونو روی کاغذ طراحی کردیم متوجه بشیم که فکر خوبی نبوده. البته اشکالی نداره اگه چیزی که ما روی صفحه طراحی کردیم زیاد قشنگ نباشه. این دقیقا همون چیزیه که ما میخوایم. ما میخوایم زشتیهای کارمون روی کاغذ مشخص بشه و اونا رو روی کاغذ برطرف کنیم، به جای اینکه کلی وقت بذاریم و اونو روی کامپیوتر بسازیم و بعدش متوجه مشکلش بشیم. ما به یه وبسایت نیاز داریم برای مسافرایی که قرار به شهر ما بیان تا بتونن از امکانات شهر ما مطلع بشن. ما امکانات شهرمون رو به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنیم، مثل هتل‌ها، رستوران‌ها و غیره. ما می‌خوایم توی وبسایتمون لینک‌هایی داشته باشیم تا وقتی مسافرا روی اونا کلیک می‌کنن، اونا رو منتقل کنه به وبسایت اون هتل یا رستوران مورد نظر. همینطور از چند تا عکس برای زیباسازی سایتمون استفاده می‌کنیم. توی این تصویر طراحی اولیه سایت با مداد و همینطور شکل نهایی سایت که قرار اونو بسازیم نمایش داده شده. برای نوشتن کدهای HTML باید از یه نرم افزار ویرایشگر متن استفاده کنیم. استفاده از یه ویرایشگر متن مناسب باعث میشه تا سرعت و دقت کارمون بالا بره. یه ویرایشگر متن کدهای ما رو میفهمه و اونا رو مرتب میکنه و با رنگهای مناسبی اونا رو نشون میده. ویرایشگرهای کد زیادی هستن که همگی در نهایت یه کار انجام میدن، اما ظاهر و امکاناتشون متفاوته. مثلا نوتپد که روی هر کامپیوتر ویندوزی به صورت پیشورز نصب هست، یا سابلایم یا بلوفیش که از طریق اینترنت قابل دانلود و نصب هست. ما توی این دوره آموزشی از سابلایم استفاده میکنیم و بهتر شما هم همین کارو کنید، هرچند زیاد فرقی نمیکنه که از کدوم استفاده کنید. همینطوری که قبلا یه خورده در موردش صحبت کردیم، یه وبسایت تشکیل شده از چند تا فایل. این فایل‌ها باید همگی داخل یه فولدر باشن تا مرورگر بتونه به اونا دسترسی داشته باشه. وبسایت ما از یه فایل HTML که آخر اسمش نقطه HTML داره و یه فایل CSS که آخر اسمش نقطه CSS داره و یه پوشه ایمیجز که عکس توی اون قرار داره و این پوشه ایمیجز داخل پوشه اصلی ما هست تشکیل شده. اینو بدونی که یه سری حروف توی اسم یه فایل که بعد از علامت نقطه میاد پسوند یه فایله. پسوند یه فایل به ما نشون میده که این فایل از چه نوعیه. اینجا در تصویر سمت چپ فایل های نقطه SVG Thank you.
Bà Tuyên thì chưa mấy cũng chăm con râu mà không biết răng gì mà không biết. Cảm cháu ghét. Đây các bạn. Ông thung thì mình cũng trở lại, ông cũng đã phóng ông đi rồi, chạy hỏi cho cháu mình ăn trời bữa em mỗi như này. Bà bớt đi làm đi, sợ là có cháu là bớt làm đi một tí. Phải nhà bà nấu, bà nước cho Nam, thằng lớn nước bà sang, bà nấu cho Nam. Rồi bà cứ gọi là bà nước, bà chưa mắc mắt, bà lại để đi rồi. Bà lại lăn ra bà đi làm, bà kinh người ta làm hết sẵn bà đi rồi. Cái bàn chi mà cháu nếu được hơn đã quấy, nó quấy từ bàn đảo rồi. Này các bạn, tại đang giết những con sâu bùng nhẹt đã như cái tàu lá đây các bạn nhé. Rất chi là nhiều bùng nhẹt đấy các bạn này. Thế em nói chạy chi nghĩa là